تو با میام صحبت کنم. اینجا همسایه ما نمیدونم کدومشون یه دونه خروس دارن، این خروس مرتب داره میخونه. خدمت دوستان و همراهان عزیزم، انشالله که خوب و خوش و سلامت باشین. امروز میخوام یه دسر خیلی خوشمزه براتون درست کنم. همونطور که میبینید تمام وسیله هاش جلومه آماده کردم. یه شله زرد خیلی عالی امروز میخوام درست کنم. موادش هم خدمتتون بگم که چه چیزایی نیاز داریم ما. این موادی که من آماده کردم برای این شله زردمون، دو تا لیوان برنج ایرانیه که من حدوداً الان 5 ساعت خیز کردم. برای دو تا لیوان برنج من 3 تا لیوان شکر ریختم، یعنی 1.5 شکر ریختم. اگر شما شیرین‌تر دوست دارین میتونین برای هر یه لیوان برنج 2 تا لیوان شکر اضافه کنید. و زعفران دم کرده به مقداری که لازم داره می‌ریزیم قاطی شله زردمون. عرق هل نصف لیوان، نصف لیوانم گلاب داریم. من البته تو این برنجمون که خیس کردم یه مقدار گلابم ریختم که خوشتم بشه. یه مقدار خلال پسته ما لازم داریم برای تزیین روی شله زردمون و یه مقدارم خلال بادوم، که این خلال بادوم من حدودا 1-2 ساعت خیس کردم داخل گلاب که خوش عطر بشه و یه مقدارم دارچینه برای تزیین روی شله زردمون لازم داریم. 50 گرم هم کره لازم داریم که این کره من 100 گرمیه. 50 گرمش رو من برمیدارم برای داخل شله زردمون. خب الان اولین کاری که من میخوام انجام بدم این برنج رو میریزم داخل قابلمه. برنجم 2 تا لیوانه، حدوداً 12 تا لیوان آب لازم داره که پخته بشه. 6 برابر برنج آب لازم داریم ما. الان 2 تا لیوان آب داخل خود برنج هست. 9 تا دیگه من اضافه میکنم. یه دونه دیگه اش میشه گلاب و عرق هلمون، میشه 12 تا. الان من این برنج رو بریزم داخل قابلمه. خب دیگه الان من برنج و آب اضافه کردم توی قابلمه. حالا باید صبر کنیم جوش بیاد. وقتی که جوش اومده روش رو کم میکنیم که کم کم این برنج ما قشنگ پخته بشه. وقتی که پخته شد، کامل شکفته شد این دونای برنجمون، بعد میام مواد دیگه شونش اضافه میکنم. خب این برنج ما جوش اومد، این مقدار روش کف جمع شد. این کفاشو من جدا کنم. خب الان دیگه این برنج رو من کفشم گرفتم، جوش اومده. حالا زیرش رو کم میکنم، درش هم میذارم. البته اینه به باز میذارم که سر نره، یواش یواش بجوشه تا قشن مغز برنجمون پخته شه. این شله زرد خیلی عالیه، هم برای صبحانه میتونین استفاده کنین، هم برای میان وعده میتونین استفاده کنین و هم این که برای نظری استفاده میکنن، همه دوست دارن و خیلی هم خوشمزه است. خب دوستان ببینید الان 40 دقیقه است این برنج رو من گذاشتم، دیگه آبش داره کم کم خوش میشه. اینو باید گاهی هم بیایی وسطش بزنید که ته نگیره. الان ببینید این برنجمون قشنگ شکفته شده، نرم نرم شده. حالا یه 2-3 دقیقه دیگه من شکرش رو بهش اضافه میکنم. خب دوستان این برنج رو من 5 ساعت خیس خورده بود که من گذاشتم پخت. الان حدودا هنوز 1 ساعت نشده، چون زمانی که من اینو خیس کردم یه خورده یه دستکش دستم کردم، موقعی که خیس خورده بود یکم با دست فشارش دادم حالت خورده برنج پیدا کرد. اینی که الان قشنگ پخت نرم شد، البته با هم آبی هم که من خیس کردم ریختم داخل قابلمه، چون واقعا خب برنج ایرانی حیف آدمی بخواد آبشو خالی کنه مزش میره. گلاب هم داخلش بود. الان قشنگ پخته نرم شده، حالا میخوام شکرش رو اضافه کنم. این شکر موقعی که آب شه دوباره یکم این موادمون رقیق تر میشه. اینه که دیگه
به این صورت شد، آب بهش اضافه نکنید. این شکر خودش آب میشه. حالا موقعی که آب شد، قشنگ مخلوط شد با هم، زعفرونش هم بهش اضافه میکنیم. شکرش دیگه آب شد. الان دیگه من این خلال بادوم اضافه کنم. خب حالا زعفرون اضافه میکنم. زعفرون رو کم کم میریزم که قشنگ مخلوط شه. شعله زد باید رنگش نارنجی بشه که خوشگل در بیاد. خب این عرق هلم اضافه میکنم. خب اینو از گلابی ما این شعله زد ما هنوز زعفرون لازم داره. من میخوام یه مقدار پودر زعفرون بریزم قاطیش. پودر زعفرون هم خوش رنگش میکنه. حالا این کم کم باز میشه، نارنجی میشه. حالا باید صرف کنیم تا باز شه این زعفرونم. خب الان 50 گرم کره بهش اضافه میکنم و یه مقدار روغن مایه که شعله زردمون براق و خوشگل بشه. حدودا 2 تا 3 تا قاشق کافیه. عجب شعله زردی در اومد، عالی شد. البته من زعفرون به اندازه کافی زدم ولی دوست دارم بیشتر نارنجی بشه. یه مقدار دیگه بهش اضافه کنم. خب شعله زردمون دیگه همه موادش رو ریختیم، تقریبا آماده شده. حالا من این دستمال رو میذارم درش، حدودا یه 10 دقیقه ایدم بگیشه دیگه زیرش رو خاموش کنم. خب عزیزان شعله زرد ما آماده شد. الان 1 روبه که من دم کردم، شما هم داخل قابلمه رو ببینید که شعله زرد خوشگلمون چجوری شده. جوشاش هم سوزن سوزنی، یعنی کامل دیگه الان آبش کشیده شده و آماده شده. حالا وقتی هم که خاموش کنیم بمونه باز یکم سفتر میشه. ببینید کامل برنج باز شده، از هم پخته شده کامل کامل. یعنی از اولی که من این شعله زرد گذاشتم رو باز الان کلن شده 1 ساعت و نیم که اینقدر قشنگ پخت و آماده شد. خب الان دیگه باید بکشم داخل ظرف تزیینش کنم. خب عزیزان اینم از شعله زردی که درست کردم. واقعا جاتون خالی، خیلی عالی در اومده. همه چیزش اندازه است، هم شیرینیش هم همه چیزش خیلی خوشمزه شده. اینم به درخواست چند تا از دوستان بوده که درخواست داشتن شعله زرد درست کنم. اینی که امروز دیگه براتون درست کردم. بعد اینی که این نکته میخواستم بگم، برای برنج، برنج نیم دونه باشه خوب راحت ترین. اگرم برنج نیم دونه نبود برنجتون رو خیس میکنین. وقتی که خیس خورد میتونین خودتون، حالا با یه گوشکو فکر نمیکنم نیازی باشه، با دست میتونین خوردش کنید. خیلی هم راحت قشنگ درست میشه و پخته میشه. تا من میام صحبت کنم اینجا همسایه ها، نمیدونم کدومشون یه دونه خروس دارن، این خروس مرتب داره میخونه. اتفاقا صبح 5 صبح بیدار شدم دیدم خروس وقت اذان، آخه خروس عادت داره بالا میشه میخونه. اینقدر خوند، اینقدر خوند، صبح تا شب هم کارش همینه. اینی که حالا یه موقع صدای خروس تو این ویدیو ها میاد از توی خیابونه، حالا برای کدوم خونه هاست نمیدونم. تعجب میکنم چطور آوردن خروس نگه میدارن. اینم از شعله زردمون، انشاءالله که درست کنید بخورید و لذت ببرید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید برام کامنت بذارید، لایک کنید، سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.